خب به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت تک تک عزیزان در آموزشگاه اندیشه، آقا پسرها و دختر خانمای گل من. امیدوارم هر جا هستین خوب باشین، صحیح سلامت. میگن صدا اکو میشه. خب عزیزان، اگه صدای من رو شفاف و واضح دارین عدد یک رو بفرستین، من خیالم راحت شه. بله. خب حالا اگه دانش آموز خاصی مشکل داره یه بار از سیستم خارج شه، دوباره برگرده تا مشکلش حل شه. عزیزان خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. این جلسه جلسه مقدماتیه. ما 8 جلسه در قالب نکته تست خدمت شما خواهیم بود. این جلسه در واقع من میخوام اسمشو بذارم آشتی با زبان. یعنی خیلی از دانش آموزا هستن حس خوبی ندارن، آقا اصلا از اول با زبان ارتباط برقرار نکردن. خب حالا یا بهشون سخت درس دادن، یا بد درس دادن، یا خوب درس دادن، خود عزیزان کمکاری کردن، هر چه که هست یه تعداد دانش آموز داریم که ارتباط خوبی با زبان ندارن. حالا اینا یا رها کردن، یا در واقع به همون خوندن یه سری واژگان اکتفا میکنن، میرن سر جلسه و معمولا هم درصد خیلی پایینی میزنن. خب این گروه یک. بله الان مثلا محسن خان زده که ما صفریم. البته واقعا صفر نداریم، این یه خورده شکست نفسی است و یه خورده اعتماد به نفس پایینه که میگین صفریم، ولی قبول دارم بعضیا خیلی ضعیفن. خیلی خوب. بعد آقا مهدی سراج پرسیده که زیر صفر هم میتونم به 80 فکر کنم؟ شما میتونی به همه چی فکر کنی عزیزم، به 90، به 100. این که عملی هست یا نه، من جدی و قوی میگم بله، به شرط این که شما حرفای منو درست گوش بدید. صرف حضور در یک کلاس خیر، این که شما بگی آقا من سر کلاس نکته تست فقط میام، همین کافیه، این لازمه. شرط کافی اینه که کارهایی که میگم و کنارش انجام بدید با یه برنامه خوب و خوشگل، یه درصد بسیاری خوب در کنکور بزنی تموش بره. حالا امیر حسین زده من 11 هم این کلاس به دردم میخوره، حتما به دردت میخوره. جزوه هاتون به چه شکله؟ به همین شکلی که میبینید 8 جزوه است. این جلسه صفره، از جزوه بعدی میشه جزوه 1، جزوه 2، جزوه 3، میره تا جزوه 8. بعد کلن در هفته 2 ساعت کلاس هست. بله کلاسمون 3 تا 5، در واقع من هلوش 1 ساعتش رو تدریس میکنم، 1 ساعتش رو تست میزنم، تعدادی تست رو من حل میکنم، تعدادی تست با پاسخ به شما داده میشه به عنوان کار در منزل. بچه ها 8 جزوه است، هر کدوم هم تقریبا 20-30 صفحه. این 8 جزوه رو درست کسی بخونه، راحت سر جلسه درصد 70 به بالا خواهد زد. خب حالا اگر کسی یه ذره بیشتر تلاش بکنه انشالله درصد 100 هم به راحتی قابل دسترس هست. خب اما دیگه شروع کنیم کم کم کارمون رو. روز دوشنبه ها ثابت کلاس ساعت 3 تا 5، یه فاصله 1 ساعته داره، بعدش هم که نکته تست عربیتون هست. یعنی فکر میکنم یه تایم خیلی ایدئال خوب برای کسی که میخواد بتره کنه. آقا من خیلی دیگه تو حاشیه نرم، اجازه بدید که اصل داستان رو بگم. اگه زبانو کنار گذاشتی، بیخیالش بودی، نزدی، با من همراه باش که بیاریش بالای 50-60. اگه درصد تو متوسط بوده، مثلا درصدهای 30-40-50 اینطوری تو آزمونا میزدی، میتونی بیاریش بالای 80-90. یعنی دانش آموزا قشنگ حداقل 30-40% میتونن رشد کنن، حداقل. حد اکثرش هم خودت تعیین میکنی عزیزم، به راحتی میتونی به 100 فکر کنی، به شرط اینکه مو به مو کارهایی رو که ازت میخوام انجام بدی. همین. خب حالا دیگه قلمچی رو چند زدید و اینا رو دیگه ولش کنید، از اینجا به بعد دل بدید به من، قشنگ گوش بدید ببینید محتوای حرفم چیست. بسم الله من شروع میکنم. هدف من از این جلسه یه چیزه. آقا الان یه تعدادی دانش آموز توی کلاسن، ممکنه اینا اومدن منو کل کنن. بذار ببینیم حالا که این جلسه رایگانه چی میگه. بعضی ها ثبت نام کردن، دوست دارن از جلسه صفر همپای من باشن. خب یعنی میگه آقا جلسه صفرم بالاخره یه چیزایی میگه، بذار ببینیم چیه.
من عزیزم هدفم اینه از این جلسه همین جلسه ثابت. حالا ممکنه شما اصلا که جلسه های بعدی هم نخواهی بیای، سه تا تست خفن کنکورتو بزنی. یعنی امروز من اینجا می نویسم نگاه کن، 3 الی 4 تست کنکور توی همین جلسه صفر گفته میشه. خب یعنی آقا عزیز من وقتی 3 تا تست رو میتونی توی یه جلسه خفن یاد بگیری، خب بقیهش رو بیا درست بزن دیگه، یه 80 یه 90 یه چیزی بزن تموشه بره پی کارش. بعد یه داستانم بهتون بگم. مرسی مهدی، مهدی زده انقدر به شما مطمئنم از اسفند ثبت نام کردم، امیدوارم که لایق باشم و جواب این اطمینانتون رو شما بگیرید. من همه یه تلاشم رو برای درصد بالای شما خواهم کرد. خب دیگه بقیهش با شما که ببینیم چجوری همراهی میکنید. بعد یه چیزم بگم بچه ها، اختصاصی ها خیلی سخت شده الان، چندین ساله بازی اختصاصی ها سخته. یعنی یه دانش آموزی حجم بسیار زیادی زمان رو اختصاص میده به مطالعه شیمی، فیزیک، ریاضی، زیست، بعد سر جلسه اون نتیجه مطلوبش رو نمیگیره. حالا مثلا انتظار داشته بزنه 90 80 توی اختصاصی، یه دفعه درصدش میشه 40. حالا اگر عمومی ها کنارش بالا باشه، دانش آموز بازم میتونه امید داشته باشه به قبولی، ولی اگه عمومی ها خراب باشه تمام زحمتامون از بین میره. یعنی عمومی خراب اختصاصی رو هم داغون میکنه. توی عمومی ها پایین ترین درصد و میانگین مال زبانه. عزیزان من، عزیزان من، خواهش میکنم اینو جدی بگیرید. آقا عمومی نیمه اول بازی ماه. مگه میشه یه کسی، یه تیمی توی نیمه اول 8 تا گل بخوره بعد بره توی نیمه دوم جبران کنه؟ آیا روحیه ای میمونه یه تیم فوتبال توی نیمه اول 4 تا گل میخوره؟ تمام نقشه هاش نقشه براب میشه، یعنی تمام محاسبات ذهنیش یهو به هم میریزه. من ازتون خواهش میکنم دروس عمومی رو در 2-3 ماه باقی مونده خیلی جدی بگیرید و زبان رو بسپارید به من. من 19 ساله دارم درس میدم و این اطمینان رو به شما میدم که با تمام انرژی پشتتون وایستم برای اینکه به حد اکثر درصد خودتون برسید. یعنی اگه توان 80 زدن رو داری با درصد 30 از آزمون نیایی بیرون. خب اگه توان 100 زدن داری من تو رو به اون توانه برسونم. من اینجا نمیخوام الکی بگم همه تون 100 میزنید، اینا وعده وعیدای الکیه. خب ولی میخوام قول بدم که ته توانم رو بذارم برای اینکه درصد رشد قابل توجهی بکنه. خب اینم از این. خانم شایگان میخوای یه بار ریفرش کنی؟ من میگم برای یه سری بچه ها میگن صدای من اکو میشه. خب بچه ها الان صدای من اکو میشه یا نمیشه؟ خلاصه اینو به من بگید. نه بله، اگر شخص خاصی مشکل داره میتونه یه بار از سیستم خارج بشه دوباره برگرده. خیلی خوب، بسم الله من شروع میکنم. پا به پای من قشنگ بیا جلو و خوب گوش بده. آقا جلسه صفر، نکته تست 1400، ویژه تمام دانش آموزان این تیکه رو داشته باش. آقا داشته باش تلاشگر، نه دانش آموزی که تو طول سال با من بوده یا نبوده، اونی که میخواد درصد رو ببره بالا. برو بریم بسم الله. خب اولا بودجه بندی سوالات سراسری 1400 رو با هم یه نگاه بکنیم. از گرامر 4 تا سوال مستقیم میدن، میشه 16%. از واژگان 8 سوال مستقیم میدن، میشه 32%. بچه ها یک کلوز تست داریم 5 سوال داره. تمام کلوز ها 2 یا 3 تاش گرامره، 2 یا 3 تاش هم واژه. یعنی معمولا 3 تا گرامر داریم 2 تا واژگان. خب پس 12% گرامر داریم توی کلوز تست و 8% هم واژگان. خب حالا ممکنه جای اینا هم عوض شه ها، یعنی این بشه 8 این بشه 12. و
بعد هم میایم توی reading comprehension یا درک مطلب که خودش 32%، یعنی 8 سوال. آقا یکی از این سوالا یا دوتاش با ریشه گرامری حل میشود. یعنی اگه میخوای بدونی گرامر کلن تو آزمون چند درصد داره، یه 16 تا، یه 12 تا، میشه در واقع 28 تا. یه دونه از تستای مدخانی هم معمولا روی گرامره، یعنی هلوش 30%. خب اگر میخوای بدونی پس 30% تقریبا گرامره، 40% تقریبا واژه است. خب 40 تا 50% میره رو واژگان، بقیه‌اش هم که میشه متن خوانی. آقا توی این متن خوانی میخوام یه روشایی بگم که هر متنی گذاشتن جلو از 4 تا سوال 3 تاشو این آب خوردن بزنیم. نمیگم همشو، چون بعضی وقتا بچه ها شدنی نیست، ولی هر متنی بهمون دادن بین 2 تا 3 تا سوالشو این آب خوردن بزنیم. حالا بین یکی دو تاش گیر میکنیم و داستانهای بعدی. چند تا متن هست توی کنکور؟ 2 تا متن. 2 متن که هر کدومش 4 سوال داره، 2 متن 8 سوال. اینم از این. خیلی خوب آقا، این مرور اجمالی روی آزمونه، یعنی کنکور 1400 محتواش اینه. یعنی شما دیگه به املا و تلفظ و فلان و دیکته و اینا کاری نداشته باش، باید روی اینا مسلط باشی. برو بریم آمار ببینید از میانگین درس‌های عمومی در کنکور 99. آخ اینا بدم افتاده. آقا این آبیه رو می‌بینی؟ ادبیاته. آبیه ادبیاته. این یکی عربیه. من بالاش می‌نویسم ادبیات. بد افتاده. عربی. سبز دین و زندگی. دین و زندگی. خب زبان انگلیسی هم اینجا داری آخر میبینی. زبان. آقا در رشته ریاضی این اولی ریاضیه، دومی تجربیه، سومی انسانیه. ریاضی ها رو ببین، 15 و 3، 16 و 6، 19 و نیم، 12%. یعنی در رشته ریاضی پایین ترین عمومی مال زبانه. برو تو رشته تجربی، 17 و 8، یعنی تقریبا 18% میانگین. 18 و نیم، 29 و نیم، 13 و خورده ای. حالا منم دقیقا مشه 12 و 8 دهم. یعنی تو رشته تجربی پایین ترین زبانه. آقا بیا تو انسانی، 8 و 7، 11، 15 و 3، 3%. آقا 3%. یعنی رشته انسانی زبانشو ترکونده. خب پایین ترین میانگینا مال زبانه. حالا این زبانو ما میخوایم بکنیم بالاترین درس عمومیت. میگی نه؟ نگاه کن با هم شروع کنیم. بسم الله. ساختار مشهور. یه تست قطعی کنکور. 1 تا 2 تست قطعی کنکور. حالا به من خوب گوش بده. آقا مجهول بر وزن چیه؟ مجهول بر وزن چیه؟ مفعول. یعنی آقا ما فعل‌هایی رو میتونیم مجهول کنیم که مفعول داره. تکرار میکنم، فعل‌هایی را میشود مجهول کرد که مفعول داشته باشه. خب وقتی یه فعلی مفعول نداره چجوری میخوای مجهولش کنی؟ آها، پس اینجا میگیم فعل‌ها 2 دستن، لازم و متعدی. پس من میگم افعال فعل 2 دست است، لازم و متعدی. آقا جون معنی اونی که لازمه، فعل لازم مفعول لازم نداره، برعکسه. چون مفعول نداره پس مجهول نمیشه. اما فعل متعدی چون مفعول داره مجهول هم میتونه بشه. تموم شد رفت. تکرار میکنم، چه فعل هایی مجهول میشن؟ متعدی ها، اونایی که مفعول دارن. پس هر فعلی که لازم است یعنی مفعول لازم ندارد مجهول هم نمی شود. خیلی خوب، از کجا تشخیص بدیم؟ چه چیزی را؟ چه کسی را؟ بنداز پشت فعل. اگه معنی داد یعنی متعدیه. آقا اگر این معنی داشت
معنیدار بود یعنی فعل متعدیه، معنی نداد یعنی لازمه، تموم شد رفت. خوردن، چه چیزی را خوردن؟ معنی میده، این متعدیه، یعنی میتونی مجهولش کنی. خب میگم دیدن، چه چیزی را دیدن؟ معنی میده، یعنی متعدیه، پس میتونی مجهولش کنی. شنیدن، چه چیزی را شنیدن؟ معنی میده، یعنی مفعول داره، یعنی متعدیه، پس میتونی مجهولش کنی. خب یه مفهوم خیلی ساده. حالا من میگم خوابیدن، شما بگو چه چیزی را خوابیدن، چه کسی را خوابیدن؟ خب معنی نمیده، یعنی فعلت لازمه، یعنی اگه مجهولش کنی سوختی، تموم شد رفت. آقا فعل بعدی رو نگاه کن، مردن. مردن چه چیزی را مردن؟ معنی نمیده. چه کسی را مردن؟ معنی نمیده. خب پس این فعل لازمه نو مجهول، مجهول نمیشه. خب مهدی میگه یکیش هم جواب بده کافیه، 100%. از این دوتا یکیش معنی داشته باشه، یعنی فعلت متعدیست و مجهول میشود. خب تموم شده. الان یکی میگه اگه جفتش معنی بده چی؟ آهان باریکلا، اگه جفتش معنی داد یعنی فعلت متعدیه و فعل دو مفعولیه، یعنی دو تا مفعول میخواد، یه مفعولش انسانه یه مفعولش شیئه. خب خریدم، چی رو خریدم؟ برای کی خریدم؟ یعنی یه مفعولش میشه انسان، یه مفعولش میشه اشیا، هرچی. آقا آموزش دادن، چه چیزی رو آموزش بدم؟ به چه کسی آموزش بدم؟ دو تا مفعول داره، پس اگه به دو تا سوال جواب داد یعنی فعل دو مفعول داره، اگه به یکیش جواب داد یعنی فعلت یه مفعول داره. خب بعد توی مجهول کردن مهم نیست که حالا دو مفعولیه یا، فقط کافیه که شما تشخیص بدی متعدیست و تمام. خیلی خب آقا پس الان میگه افعال متعدی مجهول میشن نه فعل لازم، ایول. این قانون اول. الان چند تا با هم تمرین میکنیم. want، خواستن، چه چیزی را خواستن؟ جواب میده، پس متعدیه، پس این مجهول میشه، متعدیه. give، دادن، چه چیزی را دادن؟ آقا جواب داد، پس این مجهول میشه، یعنی متعدیه. حالا یه دانش آموزی الان بیشتر فهمیده، میگه آقا نگاه کن، دادن، چه چیزی را دادن، به چه کسی دادن، یعنی الان دو تا مفعول داره این، یعنی هم فعلش متعدی هم دو مفعولی است. آقا بیا کارو زیاد سخت نکنیم، خلاصه اینا یکیش جواب بده یعنی مجهول میشه، تموم شد رفت. اسلیپ، خوابیدن، چه چیزی رو خوابیدن، چه کسی رو خوابیدن؟ نه، پس این لازم. بای، خریدن، چه چیزی رو خریدن؟ معنی داد، تموم شد، این متعدیه. تیچ، درس دادن، چه چیزی رو درس دادن؟ تمام، این فعل متعدیه. هپن، اتفاق افتادن، چه چیزی را اتفاق افتادن؟ نه، چه کسی را اتفاق افتادن؟ نه، تموم شد، این لازمه. دیساپیر، محو شدن، ناپدید شدن، چه چیزی را ناپدید شدن؟ چه کسی را ناپدید شدن؟ نه، لازمه. داداش آبجی، الان میزونی؟ الان یک و ردشم برم دو؟ یه اوکی خوشگل خفن واسه من بزن. مرسی، دمت گرم. خب حالا میرم پارت دو، بذار ببینم چی میگه. بی میگه قبل جای خالی تست اسم یا ضمیری در نقش مفعول داری. آقا من الان باید یه تست میذارن جلوم، یه تست، حالا میگن این تست معلومه یا مجهوله. خب میگیم اگه قبل جای خالی اسم و ضمیر مفعول داشتیم، اسم و ضمیری که مفعول باشه، یا بعد جای خالی تست بای و فاعل داشته باشیم. آقا پس نگاه کن، قبل جای خالی اسم یا ضمیری دارم در نقش مفعول، یا بعد جای خالی بای دارم با فاعل، این دوتا نشون میده تست من مجهوله، تموم شد.
آقا پس من تست مجهول رو از کجا باید بفهمم؟ یک، قبل جای خالی مفعول دارم. مثال میزنم. آقا یه اسمی میندازم پشت جای خالی، مثلا ماشین. فعل گزینه رو انتخاب میکنم، تعمیر کردن. آقا ماشین تعمیر میکنه خودش؟ نه، تعمیر میشه. پس مفعوله. پس این تست مجهوله. تموم شد. قبل جای خالی میذارم قضا. خب شما الان سریع به من بگید که آقا این معلومه یا مجهوله؟ بدو سریع. آقا قضا قبل جای خالی گذاشتم قضا. خب شما بگید الان این معلوم میشه یا مجهول؟ بدو بدو. الان آفرین، یه سری ها زدن معلوم، یه سری ها زدن مجهول. خاک تو سر جفتتون نکنن، دوستتون دارم، چون دوستت دارم اینجوری حرف میزنم. خب آقا چون دوستت دارم قرار ما 8 جلسه کنار هم باشی. بحثا هیچ کدوم توهینی نیست، همه رفاقتی و کنار هم بودنه. آقا وقتی میگم قضا، خب فعلم که معلوم نیست که، یعنی الان فعلم چیه؟ باید نسبت به اون فعله بگم. قضا خوردن. خب میگم قضا که خودش نمیخوره، خورده میشه، حالا میشه مفعول، یعنی الان مجهوله. اما اگه بگم مسموم کردن، آقا قضا منو مسموم کرد، یعنی اون قضایه یه کاری انجام داده، پس فاعله. پس باید فعل ما مشخص باشه که نسبت به اون بگیم آقا این اسم ما فاعل است یا مفعول. خب یه مثال دیگه، لباس. آقا سری به من بگو لباس، الان قبل جای خالی دارم لباس. بگو معلومه یا مجهوله؟ آقا معلومه یا مجهول؟ مرسی. سمین میگه فعلو بگو. آقا فعلو بگو، دریوری نگو استاد. میدونی؟ آقا استاد دریوری با ما نگو، فعلو بگو. آهان، میگیم آقا لباس پوشیدن. لباس که خودش نمیپوشه، پوشیده میشه، پس اون وقت میشه مفعول، یعنی جمله مجهوله. اما اگه بگم گرم کردن، لباس منو گرم کرده، یعنی این لباسه یه کاری انجام داده. آهان، اون موقع جمله معلومه. پس آقا اسم و ضمیری که پشت جای خالیه اگه بشه فاعل، میگیم جمله معلومه. اگه بشه مفعول، میگیم جمله مجهوله. تمام. آقا من اومدم نگاه کردم یه سری از دبیرا یک چرت پرتای تفت میدن، میگن آقا بعد جای خالی ویرگول باشه یا نباشه، نقطه کجا باشه. آقا اینا رو به مگه مریضیم ما؟ ما باید ببینیم این اسم یا ضمیری که پشت جای خالی داریم کار رو انجام میده یا کار روش انجام میشه. تمام. خب برو بریم سراغ پارت بعدی. ساختار مجهول معنی چی میده؟ آقا همشون معنی شدن میده. ببین، دیده شدن، خورده شدن، مصدوم شدن، تمیز شدن، کثیف شدن، همشون معنی شدن میده. آها، ترکیبش از چی ساخته میشه؟ بیه و علاوه پپه. آقا یه بی با یه پپه کنار هم بشینه، تمام، شد مجهول. خب آقا این بیه رو واسه میریزم بیرون. انیزار، ام ایز آر، واز و ور، اینم واز و ور، اینم بیو بینو بینگ، بیو بینو بینگ، هشتا. ام میزار واز ور بیبین بینگ، ام میزار واز ور بیبین بینگ، هشتا. خب کنار این هشتا شما یه قسمت سه فعل بذار، میشه مجهول. تموم شد رفت. آقا از این ساده تر داریم؟ کنار امیزار وازده یا بی و بین و بینگ یه پپه بذار، یه قسمت سه فعل بذار. خب الان میگه پپه چیه؟ مثلا پس پارتیسیپل یعنی قسمت سه فعل، یعنی فعلت با قاعده است. خب بی و ایدی داری، موو مووت مووت، پارک پارکد پارکد، واچ واچد واچد.
اما اگه فعل بی‌قاعده است خب میشه ستون سه. Go, went, gone, gone. Drink, drank, drunk, drunk. See, saw, seen, seen. Write, wrote, written, written. پس آقا پپر رو دیگه همه میشناسن. خب الان مهدی میگه آقا اینا رو من چجوری بفهمم، چجوری بشناسم، تا حالا روشون تسلط نداشتم. خب جلسه یک نکته تست بحث فعلا رو داریم. اولین صفحه‌ای که باز می‌کنی فعلای بی‌قاعده، ستون‌ها رو همه رو برات نوشتم. یعنی شما صفر مطلق فقط از صفحه یک جزوه نکته تست درست بخون برو جلو. همه‌شون توه. خب. آقا برمی‌گردیم. ام ایز آر وقتی کنار پپه بشینه، آقا من تعطیل که نیستم، ام و ایز و آر مال زمان حاله. خب تموم شد. یعنی وقتی ام و ایز و آر کنارش پپه بذارم یه مجهولی تولید میشه با زمان حال. آقا وازوه رو وقتی کنارش پپه بذارم یعنی یه مجهولی تولید میشه با زمان گذشته. دیگه از این ساده تر. آقا وقتی بی رو کنارش پپه میذارم یعنی یه مجهولی تولید میشه با زمان ساده. زمان ساده مثلا حال ساده، ماضی ساده، اینجوری. بین وقتی کنارش پپه بشینه یعنی زمان شما کامله، ساده نیست. حال کامل، گذشته کامل. شما دو تا زمان کامل دارید، یکی حال کامل، یکی گذشته کامل. تموم شد. و بینگ هر جا کنارش پپه باشه یعنی از مجهولی داری صحبت میکنی که استمراریه، مثلا ماضی استمراری، حال استمراری، یه چیزی اینطوری. خب آقا من الان 10 ثانیه سکوت میکنم، اینو بکن تو مغزت. 10 ثانیه سکوت میکنم، اینو بکن تو مغزت. خب میگن دست نویس میذارید رو پنل، میذارید همین جزوه ای رو که امروز درس دادن PDFش رو روی پنل براتون میذارن. شما الان چیزی نمیخواد بنویسی. خب شما الان خوب به من گوش بده، این جلسه صفره، ما اینا رو همه رو تو جلسات بعدی خواهیم گفت. من میخوام امروز حال کنی. خب قشنگ گوش بده، ما به چی میگی مجهول؟ برو بریم قشنگ از بالا. چه فعلایی مجهول میشن؟ متعدیا. چه چیزی را، چه کسی را به علاوه فعل؟ معنی داد، متعدی. نداد لازم. از کجا بفهمم تست مجهوله؟ قبل جای خالی مفعول داریم یا بعد جای خالی بای داریم با فاعل؟ خیلی عمالی. آقا مجهولا معنیشون چیه؟ همه شدن. ساختارشون چیه؟ یه بی با یه پپه، یه بی با یه پپه. این بیه از چیا تشکیل شده؟ امیزار، وازوور، بیو، بینو، بینگ. آقا امیزارش چه مجهولی تولید میکنه؟ حال. وازوور گذشته. بی برای زمانهای ساده، بین برای زمانهای کامل، و بینگ هم برای زمانهایی که استمراریه. تموم شد رفت. خب مهدی پرسیده افعال معلوم بی پپه ندارن توی سوال؟ خیر، ساختار معلوم دیگه بی پپه نیست که، بی پپه مال مجهولاه. خب حالا بچه ها قشنگ نگاه کنید، اینجا مشخص میشه کی یاد گرفته. میگه موارد مجهول را مشخص کنید. دیگه از این ساده تر. خب آقا این ستون مال من، این ستون مال شما، این ستون مال من، این مال شما. میخوام ببینم کدوما مجهوله. باشه بذار قرمز رو انتخاب کنم، هرچند که خیلی علاقه به رنگ قرمز ندارم. ولی حالا آقا ایز این جزء فعلای توبیه بی، ولی این که پپه نیست. نگاه کن، بی رو دارم ولی پپه رو ندارم، پس این معلومه این مجهول نیست. آهان، حالا این زمانش چیه؟
خب ببین is am is are مال زمانه حاله. وقتی ing هم داره یعنی استمراری هم هست، یعنی حال استمراریه. خب آقا پس من معجزه که نمیخوام بکنم که، من میخوام چهار تا فرمول ساده رو به شما یاد بدم، یاد بگیر. خب حدیث میگه زمان کامل یعنی چی؟ کامل یعنی زمانی که ساده نیست. مثلا وقتی میگیم حال ساده، این جزء ساده هاست. حال کامل یعنی همون ماضی نقلی. شما کلن دو تا زمان کامل دارید که من الان بهشون میرسم، گوش بده. هز واشت. خب آقا اصلا شما الان فعل توبی میبینید اینجا؟ نه، فقط یه دونه پپه میبینید. الان یه پپه دارم دیگه، توبی ندارم. پس این الان معلومه. آقا زمانش چیه؟ هو و هز پپه. آقا این دوتا رو یاد بگیر تمام. نگاه کن، شما کلن دوتا زمان کامل دارید، دوتا زمان کامل دارید. یکیش میشه حال کامل، یکیش هم گذشته کامل. غیر از اینم دیگه شما ندارید. آقا اگه بگیم هوا هست پپه، هوا هست پپه میشه حال کامل، اگه بگیم حد پپه میشه گذشته کامل. تموم شد رفت. آقا الان اسمای دیگه اینا رو میشه به من بگی؟ چرا نمیتونیم بگی؟ بفرما. به این میگی ماضی نقلی، حالا دوست داری بگو ماضی نقلی، این هم میشه ماضی بعید. تموم شد رفت. آقا شما کلن دو تا زمان کامل داری، نقلی و بعید. هوا هست پپه، حد پپه. تموم شد. یعنی دیگه هیچ زمان کاملی شما ندارید. چرا؟ حالا برای زبان اختصاصی و گرامر ادوانس میشه چیزهای دیگه هم گفت، الان به درد شما نمیخوره. خب حالا میام اینجا. آقا یه هوا هست پپه میشه چی؟ میشه همون ماضی نقلی. بفرما. کنارش زدم ماضی نقلی، اینم ماضی نقلی. تمام. had been working. به هیکلش نگاه نکن، نترس. had آقا به چه درد من میخوره؟ من بی میخوام با پپه. یه دونه بی پیدا کردم، am is are was there be been being. یه بی پیدا کردم، پپه هم اینجا نداریم، این آینجیه. پس این الان معلومه. تموم شد رفت. آقا این ساختارش الان معلومه یا مجهول؟ معلومه. میشه زمانش رو به من بگی؟ چرا نمیتونم بگم؟ حد، حد داره توش. حد وقتی داشته باشه میشه ماضی بعید. بفرما، اینم گذاشتم ماضی بعید. تموم شد رفت. آقا آخه آی ان جی هم داره، خب داشته باشه، ماضی بعید استمراریه. بفرما. منتها شما ندارید، برای کنکورتون فقط ماضی بعید دارید، ماضی بعید استمراری ندارید. شما یه مش خزعبلات و چیزای ساده رو دارید، چیزای پیچیده اصلا در کنکور شما نیست. یعنی خیالت راحت باشه، قشنگ این چند تا چیزی که بهت میگم و بذار کنار هم، برو تستا رو بتره کن. آقا الان بعدی رو نگاه میکنیم با هم. we'll be eaten. میگم یه بی دارم یه پپم دارم، پس این مجهوله. تموم شد رفت. این مجهوله، هم بی داره هم پپه. خب آقا ویلش هم که نشانه آینده شه، پس میشه آینده ساده، اینم آینده. دیگه از این راحت تر بیا بریم بعدی. had designed. آقا خدایی شما این تو فعل بی پیدا میکنی، فقط پپه داری، پس این معلومه، مجهول نیست. زمانش چیه؟ آقا had پپه. بفرما. had پپه میشه ماضی بعید، اینم نوشتم ماضی بعید. تموم شد رفت. جون هرکی دوست داری سخته. آه اگه سخته الان اعلام کن، اگه سخته الان اعلام کن، من میخوام دیگه درس ندم. آقا من دیگه میخوام مطلبمو جمع کنم برم، میدونی؟ و من بگو. خب ایول برو بریم بعدی. are produced. خب are، am، is، are، was، there. آقا اینا بی هم دیگه، هم بی داره هم پپه داره. خب این مجهول، نوشتم مجهول. خب زمانش چیه؟ am و is و are مال زمان حاله، پس اینجا میزنم حال ساده. تموم شد رفت. خب حالا پارت دوم، میخوام دو دقیقه سکوت کنم.
من 2 دقیقه میخوام دهنمو ببندم. آقا من میخوام دهنمو ببندم. بعدم ببندم. تو برو اینا رو جواب بده. خب پس خب مهدی میگه من فهمیدم این حال ساده است، ولی چرا ساده است؟ خب مهدی میخوای خاشخاشی بزنم وسط، مثلا چیکارش کنم؟ خب اگه ing داشت میگفتم استمراریه، اگه بید داشت میگفتم کامله. زمانها یا ساده است یا استمراریه یا کامله دیگه، باید یکی از این ستا باشه. چون ing نداره استمراری نیست، چون بینم نداره کامل نیست، یه زمان ساده است. خب آقا من دهنم رو میبندم، 6 تا سری واسه خودت با مداد، اگرم جزوه نداری یه گوشه الان که داری اینو میبینی واسه خودت نوت بردار ببینم درست مینویسی. من تایم گرفتم 2 دقیقه. باریکلا ایستا، مرسی اصل، همه رو فرستادن. مجهول 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 مجهول، معلوم معلوم، آیستا زده مجهول مجهول معلوم مجهول معلوم معلوم. خب من یه 2 دقیقه قرار شد حرف نزنم. صدا بازه؟ بله. خب ببینم چی کار کردی. آقا دم همگی گرم، جوابا داره همینجوری میاد، حالا شما چک کن. من میگم آیا این بی دارد؟ آیا بی دارد؟ یه دونه دوتا هم داره. خب پپه هم که داره، پس این مجهول بودنش محرزه. حالا زمانش چیه؟ خب آقا واز نشانه گذشته است، مازی، پس این مازیه. آی ان جی هم که داره، پس استمراری هم هست. بفرمو مازی استمراری. یعنی خداییش اگه الان کسی حرفای منو نفهمه، این باید بره پارا کنکور شرکت کنه، نه کنکور. خب خیلی ساده داریم با هم میریم جلو، دونه دونه اینا رو له میکنیم. نگاه کن، هز، خب این که جز خانواده بی نیست. یه دونه بی پیدا کردم، امیزار وازور بی بین بینگ، یه پپه هم پیدا کردم، پس این مجهوله. خب زمانش چیه؟ آقا هز داره توش، برو تو کار نقلی. یعنی الان ماضی نقلیه، ماضی نقلی. آقا پس این بینش چی میگه؟ این چی دیگه؟ هز پپه، هوا هز پپه، هز پپه ماضی نقلیه. اون بینه هم نشسته وسطش، مجهولش کرده. خب پس ماضی نقلی تمام. بعدی رو ببین، ور، امیزار واز ور، اوکی بی، اینم پپه، پس این مجهوله. آقا زمانش چیه؟ واز و ور نشانه ماضیه. آی ان جی داره؟ نه. بین داره؟ نه. پس ماضی ساده است دیگه، ماضی ساده. تمام. آقا بعدی، it is not mentioned. قشنگ نگاه کن، الان صدا بسته. خب
آقا to be داریم and is are بله is پپر هم که داریم تموم شد مجهول آقا زمانش چیه امیزار مال حاله بفرمایی اینم حال فقط منفی شده خب منفیه آقا این الان ing داره توش نه بین داره توش نه پس زمانش ساده است حال ساده تمام میام اینجا we're solving عزیزم خوب دقت کن این بی پپه نداریم چون پپه نداریم این معلومه آقا این چه زمانی است خب ور نشانه ماضیه بفرمایید اینم ماضی آی ان جی هم کنارشه یعنی استمراری اینم ماضی استمراری دیگه چی میخواین is going to fix خب آقا ما ترکیبی داریم be going to به جای will میشینه این be going to معادلش میشه will خب بیا من جاش بذارم will اینا رو همه رو جلوتر تو آینده ها خواهیم خوند الان به جای be going to گذاشتم will الان شما پپه میبینی اینجا نه پس معلومه تموم شد رفت آقا زمانش چیه آینده بفرمایی اینم آینده خب این از این آقا الان شما 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 تا همین و 12 تا آیتم رو تشخیص دادی معلوم است یا مجهول زمانهاش هم تعیین کردیم تموم شد معلوم مجهول همینه آقا یک صفحه معلوم و مجهول همینه منتها کسایی که این مفهوم رو خوب درک نمی کنن هی میرن قاطی حاشیه میرن توی چیزای فرعی خب حالا تست های کنکور رو با هم میبینیم یه بحث تکمیلی هم بریم رو زمانها آقا چند تا زمان داریم توی کنکور 1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7 7 تا دونه زمان از این ته شروع میکنم میرم بالا شاخ رو میخواییم از همین ته بشکنیم ماضی وعید آقا همین الان خوندم یه حد با یه پپه تموم شد خب این مجهولشه چی میشه؟ بفرما یه دینم میفته وسطش حد دین پپه تمام ماضی بعید This car این ماشین had been fixed تعمیر شده بود پس می نویسم این ماشین تعمیر شده بود تموم شد رفت پس آقا ماضی بعید تو چجوری ترجمه می کنی؟ یه بن ماضی میذاری به علاوه ه رفته دیده گفته شنیده به علاوه بودم بودی بود بودیم بودید بودند تا آخر خب بله معلوم مجهول جز مباحث بسیار مهم و سخت کنکور همیشه هم یک یا دو تا سوال توی کنکور داره خب آقا الان ماضی بعید تمومه حد پپه مجهولش حد بین پپه اینم مثالش خب یه دونه میام بالا ماضی نقلی چقدر خوب الان خوندم که بچه ها به ماضی بعید میگن گذشته کامل لحظاتی قبل گفتم دو تا زمان کامل داریم گذشته کامل حال کامل پس اسم دیگه اینشه حال کامل فرمولش هم که همین الان گفتیم هوا هست پپه اینم هوا هست پپه آقا مجهول بشه چه جوری میشه؟ بفرما یه بین بذار وسطش هوا هز بین پپه This car این ماشین has been fixed این ماشین تعمیر شده است تعمیر شده است خب حالا یعنی مدل ترجمهش چیه؟ همون بنمازی رو بذار به علاوه یه دیده رفته شنیده گفته بعد بیار جلوش بذار ام ای است این اید اند ماشین تعمیر شده است غذا پخته شده است نمیدونم خانه تمیز شده است برو تا ته مهدی میگه این سخته آسونش چیه دقیقا همینه هلو آقا من خداییش نمیفهمم اینایی که از زبان میترسن فازشون چیه خداییش نمیفهمم خب
الان ماضی استمراری رو سری نگاه کن. ماضی باشه و بفرما این واز و ور. استمراری هم باشه اینم آی ان جی، تموم شد رفت. خب حالا تو میخوای اینو مجهولش کنی؟ خب مجهولش بخوای بکنی یعنی واز و ورت سر جاش میمونه. خب حالا باید بکنی بی پپه، یه بی پپه باید بذاری کنارش. برای استمراری ها میذاریم بینگ، پپه هم میندازیم بغلش. تمام. This car، این ماشین، was being fixed یعنی داشت تعمیر میشد. پس میگم این ماشین داشت تعمیر میشد، داشت تعمیر میشد. این شد ماضی استمراری. تمام. داشتم غذا میخوردم، مجهولش کنید، غذا داشت خورده میشد. داشتم تلویزیون میدیدم، مجهولش کنید، تلویزیون داشت دیده میشد. داشتم فوتبال بازی میکردم، مجهولش کنید، فوتبال داشت بازی میشد. همش برو تا خب آقا ماضی ساده، ماضی ساده همون یه واز و ور میذاریم، یه پپه میندازیم کنارش. تمام. This car was fixed، این ماشین تعمیر شد. دیگه استمراری نیست، ساده است، این ماشین تعمیر شد. تمام. چیز اضافه ای هم نداره. خب حالا بیا سراغ حال استمراری. آقا حال یعنی سریع انزار بذار، اما ایز و آر. استمراری یعنی یه آی ان جی هم بنداز کنارش. خب حالا میخوای اینو مجهولش کنی. آقا نمیتونی به انیزار که نمیتونی دست بزنی، اما ایزار هویت حالشه. خب حالا به جای آی ان جی یه بینگ بذار، یعنی آی ان جی توش باشه با یه پته. تمام. خب This car، این ماشین، is being fixed، داره تعمیر میشه. پس این ماشین داره تعمیر میشه، دارد تعمیر میشود. مثال میزنم، دارم غذا میخورم، مجهول، غذا داره خورده میشه. دارم تلویزیون میبینم، تلویزیون داره دیده میشه. دارم مجهول درس میدم. ببین دیگه از این بهتر، دارم مجهول درس میدم، مجهول داره تدریس میشه. آهان، مهدی میگه که آقا تو عربی خوندی ماضی ساده نقدی میتونه به جای هم به کار بره، آیا تو زبانم اینطوریه؟ خب بله میتونه به کار بره، ماضی ساده و ماضی نقدی و ماضی حتی بعید، اینا توی ترجمه میتونن جای هم به کار برن. ولی شما الان، من بحثم انتخاب زمانی نیست، الان بحثم تدریس مجهوله. من برای هر کدوم اینا یه عامل تشخیص میذارم، میگم آقا اگه گیر کردی بین ماضی ساده نقلی چجوری انتخاب کن. خب یعنی من به شما یه سری فاکتورای تشخیص میدم که هر کدوم اینا رو قاطی کنن سریع شما از توش جواب صحیح رو میکشی بیرون. ولی الان بحثمون نیست، خب چون اون میشه بحث زمانها، یعنی جلسه یک نکته تست. میگم آقا اگه همه اینا رو ریختن تو گزینه تو چجوری انتخاب کن؟ خیلی راحت و خوشگه. خب فعلا فقط یاد بگیر. یه بریم اینجا حال ساده. آقا حال ساده مجهولش چیه؟ یه انیزاری که پپه داره، یه انیزاری که کنارش پپه هست. The car is fixed، ماشین تعمیر میشود، تموم شد رفت. دیگه نمیگیم داره تعمیر میشه، میگیم ماشین تعمیر میشه. خب هر هفته یک بار منزل ما تمیز میشود. خیلی خوب، این میشه حال ساده. هر جمعه یک آزمون برگزار میشود، این میشه حال ساده، یعنی یه چیزی که روتین انجام میشه. حال استمراری یعنی تو لحظه داره انجام میشه، حال ساده یعنی به شکل روتین انجام میشه. خب اینم از این. آقا یه دونم آینده داری، اینم آینده. تمام. برای آینده یا ویل میذاری
یا بی گوینگ تو میذاری، هر کدومش رو که دوست داری، یکی از اینا رو میذاری، جلوش هم نماد مجهول یعنی بی پپه میذاری. تمام. ببینیم ویل، اینم بی پپه. آقا این بی گوینگ تو، ببین بی گوینگ تو، اینم بی پپه. جفتش هم یعنی ماشین تعمیر خواهد شد. ماشین تعمیر خواهد شد و سلام. تمام. خب یعنی الان مجهول ما تو دو صفحه خوندیم تمومه، به خدا تمومه. فقط یه نکته میمونه که الان نمیخوام بحث کنم، انتخاب زمان، اینکه آقا بین این چند تا کدوم رو انتخاب کنیم. یعنی البته فاز آینده با حال خیلی فرق داره، یعنی مثلا وقتی توی تست میزنه next week، خب معلومه ما باید بریم سراغ آینده. وقتی میزنه now، just now، یعنی همین الان، یعنی بیا توی زمانهای حال. وقتی میزنه دیروز و پریروز و ماه گذشته و دو سال پیش، یعنی بازی توی این چهار تا زمان گذشته است، ماضی، استمراری، ساده، نقلی و بعید، که کلیدهای تشخیصش رو من انشاءالله جلسه یک میدم. الان فعلا رو بحث زمان ها کاری نداریم. خب اینم از این. حالا میایم سراغ چند تا تست کنکور سراسری. آقا تست های کنکور سراسری رو ببینید، لذت ببرید. الان اینجا من 10 تا تست گذاشتم، 8 تا ما مربوط به کنکور سراسری سالهای اخیر. برو بریم ببینیم داستان چیه. تست شماره 1. از بچه ها بذارید 3-4 تاشو من بزنم، قشنگ نگاه کنید. زمانی که we were watching the plane، داشتیم هواپیما رو نگاه میکردیم، it یعنی همون هواپیما، آن ناگهان در ابرها. خب آقا معلمم به من یاد داده disappear یه فعل لازمه. disappear محو شدن، چه چیزی را محو شدن، چه کسی را محو شدن، این فعل لازمه. فعل لازم یعنی مجهول ندارد، یعنی گزینه هایی که بی پپه هستن به درد ما نمیخوره. خب آقا الان اینجا شما یه بی میبینید با یه پپه، نه این به درد نمیخوره. بی داری با یه پپه، نه به درد نمیخوره. خب این میشه ماضی ساده، این میشه ماضی نقلی. الان نگاه کن، این میگه محو شده است، این میگه محو شد. داشتیم هواپیما رو میدیدیم، لای ابرا محو شد. تمام. ماضی ساده، خوشگل، راحت، درجه 1. آقا حالا اگه خواست بیشتر به پیچونتت بین ماضی ساده نقلی، باید تو جلسه 1 نکته تست داستان زمانها رو برات بازش کنم که چجوری بین ساده و نقلی، بین ساده و بعید، بین نقلی و بعید چجوری باید انتخاب کنی. خب آقا بیا رو شماره 2. مهدی دیگه اولی تست زبانی که تو عمرم درست دادم، بابا به خدا آسونه. خب حالا اینجا رو نگاه کن، تست شماره 2، The National Anthem. آقا الان مثلا یه چیزی انداخته اینجا، Anthem. اصلا من میگم آقا منم معنی اینو نمیدونم، منم مثل شما، اینو میذارم ایکس. آقا لزومی نداره همه کلمات رو که بلد باشی. خب بعد باریکلا امیرحسین میگه سرود، سرود ملی، دمت گرم امیرحسین، ولی گیری مثلا بلد نیستی، میگه by the soldiers، یعنی آقا این جمله مجهوله، یعنی بی پپه انتخاب کن. خب این که پپه نداره، آه اینم که بی نداره، این بی داره، اینم بی داره، پپه هم دارن. خیلی خوب، گزینه ما یعنی یا 3 یا 4. زمانی که سال جدید فرا رسید، چیچی ملی، حالا هر چی، سرود ملی، نمیدونم اعتقادات ملی، هر چیزی داشت خوانده میشد. داشت وقتی داشتن میاد وسط، یعنی برو تو کار استمراری. داشتم غذا میخوردم، داشتم تلویزیون میدیدم، یعنی تمام. آقای ماضی ساده رو ولش کن.
بله دقیقاً شد گزینه 3. بیا بریم تست 3. اسپانیایی بای اراوند بای داره با کننده کار، سریع تشخیص میدی مجهول. آقا این که پپه نداره، اینو نگاه کن، نه بی داره نه پپه، هیچی. این پپه داره بی نداره، اینم هست شد، تموم. گزینه 4. آقا این الان تست کنکور سراسری، آخه به کی بگیم؟ خدایش اینا سخته، جان هر کی دوست دارید الان اینا سخته. آقا یه جواب به من بده ببینم الان فاز چیه. برقراری عزیز، برمداری عزیز. خیلی خوب، بیا بریم تست شماره 4. I'm really looking forward. میگه من واقعا looking forward، مشتاقانه منتظرم. abroad خارج، by my company به وسیله شرکتی که دارم توش کار میکنم. آقا اینو نگاه کن، یعنی داد میزنه این تست مجهوله. خب یعنی شما یه بی پپه پیدا کن. آقا این بی داره، پپه هم داره. این که اصلا بی نداره، این بی داره با پپه، بذار باشه. این هم بی داره با پپه، دستش نزد. خب بچه ها بعد از تو حرف اضافه من چی باید بذارم؟ باید یه فعل آینجی دار بذارم، آینجی. خب بعد از حرف اضافه همیشه باید آینجی بذاریم، ولی تستمون مجهوله. خب الان شما کد مجهول رو بلدی، بی پپه، یعنی این آینجی باید بره در قالب چی بشینه؟ بی پپه. یعنی یه گزینه ای رو انتخاب کن که آینجیش بره تو قالب بی پپه. خب این آینجی اگه بیاد بچسبه به این بیه میشه بینگ پپه، تموم شد. گزینه 2، الان آینجی باید بره تو فرمت بی پپه، پس میشه بینگ پپه. یعنی حومه و دیگه از کجا آوردی؟ این حوش به چه درد میخوره؟ اینم که اصلا آینجی نداره، تموم شد. گزینه 2. خب بله، حروف اضافه همیشه بعدشون آینجی میخواد. حالا این آینجی باید مجهول شه. کدوم گزینه آینجی مجهوله؟ میشه 2. سراسری فکر میکنم 96 یا 97. حالا بیا تست شماره 5. آقا تست 5 مال من، تست 6 تا 8 سه تا دونه تست رو میخوام تو بزنی. The new models of sunglasses، مدل های جدید عینک آفتابی. خب الان یه سوالی، عینک آفتابی تولید میکنه یا تولید میشه؟ سری برام بزن. آها تولید میشه یعنی مجهول، تمام. یعنی آقا این تست مجهوله. آقا وقتی مجهوله یعنی بی رو میخوام با پپه. گزینه 1 هم بی داره هم پپه، گزینه 3 پپه نداره، حذف شد. گزینه 2 نه بی داره نه پپه. گزینه 4 یه بی گوین تو داره مال آینده با یه بی پپه، خوبه. پس یا یکه یا 4. بعد میگه next year. آقا next year یعنی آینده، این یعنی حال، ایز مال زمان حاله برادر، یکم حذف میشه. گزینه 4 تمام. خب حالا من دهنمو میبندم، من سکوت میکنم. 6 و 7 و 8 جان هر کی دوست داری درست بزن، بتره کن. 6 7 8 صدای منو ببند آبجی. آبجی صدا بسته؟ خب آقا بریم روی این ستا ببینم چی کار کردید. میسیز کریمی، خب خانم کریمی، has written، نوشته یه کتابی در مورد گیاهان. این کتاب سال قبل، آقا کتاب چاپ میکنه یا میشود؟ سری کتاب چاپ میکنه یا میشه؟ میشه، ایول، تموم. یعنی مجهوله.
چرا؟ چون تشخیص دادی این بوکه الان مفعوله، کتاب چاپ که نمی کنه خودش چاپ میشه. پس یه بی پپه پیدا کنیم، یک خداحافظ، سه هم خداحافظ. آقا این بی دارد و پپه، اینم بی دارد و پپه. last year سال قبل، یعنی یه ماضی ساده بزن تموم شد رفت. بفهم آقا چرا گزینه چهار نزنم؟ حد بین این زمانش کامله، زمان گذشته کامل باید دو تا گذشته داشته باشی، یکیشو بگیری گذشته ساده، یکیشم بگیری گذشته کامل. پس این حذف میشه میزنی گزینه دو. آقا میخوای بیشتر بدونی اینو باید صبر کنی تو جلسه یک نکته تست، من عامل تشخیص بین زمانها رو بهت بگم. خب بچه ها الان صدا درست شد؟ بله. باتری این تموم شده بود، من عذرخواهی میکنم. خب میگن این تست رو یک بار دیگه توضیح بده. چشم، بفرما. آقا همه رو پاک میکنم یه بار دیگه توضیح میدم. تست شماره 7. خوبه الان 7 و یه بار دیگه، آقا 10 بار دیگه توضیح میدم، شما فقط گوش بده. حرفم این بود، یکی از بچه‌ها زده بود آقا من واژگانم ضعیفه. در جواب گفتم که آقا ما موازی با گرامر واژه میخونیم، یعنی اون واژگانی که سر جلسه کار تو رو راه میندازه توی 8 تا جزوه ما پخش شده. نکته تست 1 2 3 4 5 6 7 8. پس دایره واژگان تو در حد کنکور باید اصلاح ترمیم کنی. این یک. دو، گفتم آقا نیازی نیست تو دل هر واژه‌ای بری، خیلی از واژه‌ها نیازی نیست ترجمهش کنیم. مثلا ببینید
This is not the first time. اولین باری نیست که من a golden opportunity like this. الان اون کلمه ای که ممکنه اذیت کنه اینه. Golden opportunity. من میگیرمش X. اولین باری نیست که به من یه ایکسی مثل این فعل من آفره، پیشنهاد کردن. خب پس به من پیشنهاد شده. خب بله، گلدن اپورتونیتی یعنی فرصت طلایی. خب اگه میتونی ترجمه کنی نوش جونه، اما اگه نمیتونی هم بگیرش ایکس. اولین باری نیست که یه ایکسی مثل این به من پیشنهاد شده، یعنی تشخیص میدی فاز اول مجهوله، پس باید بری دنبال بی پپه. یعنی یا گزینه باید بشه یک یا سه، گزینه دو و چهار نمیتونه باشه. خب دو تا گزینه پرید. حالا بیا این بر میگی I hope، من امیدوارم که پاس کنم interview، بگیرش X. امیدوارم پاس کنم Xی رو که قصد دارم تو شرکت کنم هفته آینده. خب ایکسی که من قصد دارم شرکت کنم، یعنی همین که تشخیص بدی این فاعله، یعنی پارت دومت معلومه، مجهول نیست. یعنی آقا اینجا بی داری با پپه، به دردت نمیخوره، این مال مجهولاه. پس گزینه یکت هم باید حذف کنی، میشه گزینه سه. تمام. بله حالا صدف میگه اینترویو یعنی مصاحبه. دم شما گرم. من میگم آقا با فرض این که تازه یک کلمه هایی همین چون نفهمیم باید تستو بزنیم، نباید بیخیار شیم. خب الان بریم تست شماره 8، آخرین تست. After، بعد از این که breaking his leg، پا شکست در سانحه. خب بعد از این که پاش در سانحه شکست، جای خالی to cut short his vacation. تست سراسری 97 یا 98. خب که کوتاه کنه سفرش رو. آقا vacation توی واژه هامون هست. cut short، کوتاه کند سفرش را و گورش رو گم کنه بیاد خونه. and go back home. دیگه از این ساده تر؟ خب تعطیلاتش رو بیخیالش برگرده خونه. خب میخواییم بگیم او مجبور شد تعطیلاتش را قطع کند. خب الان یه او به من بدید، کدوم گزینه او داره؟ یک و سه خدافظ. هی مجبور کرده یا مجبور شده؟ آقا مجبور شده، یعنی یه بی پپه هم بذار کنارش، اینم بی اینم پپه، تمام گزینه چهار. خب آقا الان مجهول یاد گرفتی؟ خداییش مجهول رو خوب یاد گرفتی یا نه؟ به خدا همینه. الان 8 تست کنکورش رو زدی. حالا مسلماً در جلسات بعدی نکته تست من وارد نکات بیشتر میشم. آفرین فاطمه خانوم با این ادبیات انگلیسی خوبی که برای من زدی. خب آقا محکم بشی، میخوام یه تیک آف کنم. الان اینجا میخوام یه تیک آف کنیم بریم تو ساختار وصفی. آقا یه تست 100% کنکورت هم اینه، یک تست قطعی، یعنی یکی دو تا تست مجهول داره، یه تست هم اینه، گاهی هم دو تا تست. خب من نمیشنوم شما آماده ای. یه اوکی خوشگل بده ببینم. آقا یه اوکی خوشگل سرحال. مرسی ایوان باریکلا. خب حالا بیریم روی صفحه سفید، سرا همه بالا، نیو داکیومنت بگیرم. حاج خانم آره گرفتم. خب آبجی میگم که برادر من اخوی آبجی خوشگل ماشد، الان قشنگ به من نگاه کن گوش بده. میگم ماشین تعمیر شد. خب
الان به من بگید این جمله معلومه یا مجهول؟ بدو بدو سری. بابا چه خوش رنگه واقعا. عدد 6 بخوای توش هست، 4 بخوای هست، 2 بخوای هست، انشالله 8 هم به زودی ما فازش رو افتتاح میکنیم. خب پرچم بالا، 2 ستاره، الان هم دنبال سومی شید. حالا اینا هم کلیای در حین تدریسه برای اینکه خستگیمون یه ذره در. آقا همین جمله رو یه تغییر کوچیک میدم. نگاه کن، ماشینی که تعمیر شد مال من بود. آهان آقا این فرق داره با اون. به این میگن مجهول تعمیر شد، به این میگن که، به این میگن ساختار وصفی. آقا این که رو بردار که تعمیر شد، میگی ماشین مال من بود، طرف میگه کدوم ماشین، بعد میگی ماشینی که تعمیر شد، میشه ساختار وصفی. آها پس ساختارهای وصفی یعنی با یه که شروع میشن، ابهامو بر میدارن. آقا ساختار وصفی با یه که شروع میشه، ابهامو بر میداره. ساختار وصفی با یه که شروع میشه، ابهامو بر میداره. ساختار وصفی با یه که شروع میشه، ابهامو بر میداره. آقا این که رو بهش میگن موصول. موصول یعنی وصل کننده. توی عربی موصولا یا عامن یا خاصن. الذی و التی و الذی و الذانه و الذین صرف میشن. من و ما میشن موصولای عام. خب توی زبان انگلیسی هم ما موصول داریم. هو، هوم، ویچ، دت، ور، ون. میخوای چند تاشو بنویسم؟ معروف تریناش اینه، هو و هوم و ویچ. یه دت هم شما یاد بگیری خدا خیرت بده، تمومه. یعنی زبان انگلیسی کنکور موصولاش این چهارتاه. حالا ور و ون و وای و هوز و چیزای دیگه هم هست نداری، تو کنکورتون نمیان. چهارتا موصول، هو و هوم برای انسان، ویچش غیر انسان، دتش هم نخودی برای همه. آقا هو و هوم انسان، ویچ غیر انسان، دت مشترک همه. هو و هوم انسان، ویچ غیر انسان، دت همه. هو و هوم انسان، ویچ غیر انسان، دت برای همه. خب حالا وارد بحث موصول خیلی نمیخوام بشم، چون میشه بحثای بعدی. در حد کلی یاد گرفتم موصول چیه. که، کهی که چهارتاه، به این میگن جمله وصفی، ساختار وصفی. آقا میگن بیا بریم کوه، شما چی میگی در جوابش؟ بدو سری. بیا بریم کوه. ماشاءالله کدوم کوه؟ چرا میزنی کدوم کوه؟ چون ابهام داره. بریم مثلا کوه درکه، بریم کوه ازگل، بریم کوه نمیدونم کدوم کوه. بیا بریم دشت. بدو. بیا بریم دشت. بزن. بیا بریم دشت. مهدی زده بریم. مهدی لام هستم، میگم بگو کدوم دشت. بریم چیه؟ خب آقا کدوم دشت، کدوم کوه، نشون میده که ما تستمون میشه تست وصفی. اگه تا اینجا رو با من هستی یه اوکی بده. ایول بیا بریم سراغ تستا. حالا قشنگ گوش بده، بریم سراغ تستا. من برات یه روش خفن میگم. میگه اسم قبل جای خالی ابهام داره و باید رفع ابهام شه. یعنی این اسمی که قبل جای خالیه باید جلوش که بذاریم، توصیفش کنیم. میگه از این ساده تر، ماشینی که پدرم برام خرید، کادویی که دوستم به هم هدیه داد، نمیدونم مدادی که داشتم باهاش نامه می نوشتم. خب پارت ای اوکی. اولین گام رفع ابهام استفاده از موصول به معنی که هست. این هم 6 تا موصول. هو و هومو برای انسان میذاریم. انسان در قالب هو میتونه هم فاعل باشه هم مفعول جفتش.
ولی هوم انسان فقط میشه مفعول. آهان، پسری که کتک زد فاعله، میتونی براش هو بذاری. پسری که کتک خورد بازم میتونی براش هو بذاری چون مفعولم هست. اما اگه بخوای هوم بذاری دیگه فقط باید بگی پسری که کتک خورد، نمیتونی بگی پسری که کتک زد. پس برای انسان فاعل و مفعول جفتش هو، ولی برای مفعول فقط هوم. ویچ کلن برای غیر انسان نخودیه، ویچ برای غیر انسان، اشیا، حیوان، هرچی. دت مشترکه برای همه. ور برای مکانه، ونم برای زمانه. تمام. اینا همه جلوی اسمیان، جلوی اسم، پشتش نه. اینا میشه که بعد اسم. ماشینی که، خونهی که، لباسی که. خب حالا میخوام روش تستی بهت بگم. ببین روش تستی چی میگه. اگه اسم قبل جای خالی فاعل بود، اگه اسم قبل جای خالی فاعل بود، سه تا جواب داری. جواب اولت آینجیه، یه فعل آینجی، تمام. اگه این آینجی نبود توی گزینه ها، یه موصول با یه فعل ساده پیدا کن. اگر اینم نبود، یه موصول با یه فعل بی بعد آینجی اینو پیدا کن. تموم شد رفت. سه تا جواب داری. من میخوام کد بذارم، میگم فاعلا، این اسمه میشه فاعل. فاعلا میشن یک دو سه، فاعلا میشن یک دو سه، فاعلا میشن یک دو سه. ببین برات مینویسم، فاعلها میشن یک دو سه. یکش یعنی آینجی، دوش یعنی موصول و فعل ساده، سهش یعنی موصول و بی و آینجی. تمام. برای تمام تست هم به کار میره، ولی تمام تست های کنکور یادت باشه در پا رو بذاری فراتر زبان تخصصی، گرامرهای ادوانس ما باید به این مطلب اضافه کنیم. برای کنکور 1400 خیرش رو ببینی. تمام. فاعلا میشن یک دو سه. آقا میشه مثال بزنی؟ خب بیا مثال. ماشینایی که آلودگی تولید میکنن. آقا سوال دارم، ماشینی که آلودگی تولید میکنه فاعله یا مفعوله؟ سری بزن. ماشینی که آلوده میکنه همه جا رو فاعله. ببین the cars، ماشین هایی که releasing pollution، یه فعل ing. تمام. حالت یک. حالا اگه releasing نبود، the cars which release، یه موصول با یه فعل ساده. خب چقدر خوشگله. آقا اگه اینم نبود چی؟ the cars which are releasing، ویچش میشه موصولش، یه دونه تو بی، یه دونه هم فعل ing. تمام. سه تا جواب صحیح. فاعلا میشن یک دو سه، فاعلا میشن یک دو سه، فاعلا میشن یک دو سه. تمام. ماشینی که تولید آلودگی میکنه releasing، which release، which are releasing. آقا اگه هر ستا رو بهمون دادن چی؟ خب نمیدن دیگه، مگه مریضن؟ این ستا هر ستاش درسته، ولی شما اولویت رو باید بدی به چی؟ عزیزم اولویت رو باید بدی به چی؟ به این فعل آینجی. اگر آینجی پیدا نشد بیا سراغ یکی از اینا، یا این یا این پایینیش. ملاکتو بذار روی همون فعل آینجی. خب حالا فاعلا میشن یک دو سه، عالی. مفعولا میشن یک و سه. آهان، ببین اگه اسم قبل جای خالی مفعول بود چی؟ مفعولا میشن یک و سه. آقا یک یعنی چی؟ یکش یعنی یه دونه پپه، سهش یعنی موصول و بی رو بذار بعد پپه. تمام. یعنی این اسمت اگه مفعول بود، جواب یکی از این دو حالته. اولویت با کدومه؟ خوشگلم با این، با این پپه.
اگه این نبود برو سراغ این. تمام. بازم میگه the cars، ماشین ها. ولی ماشین هایی که تولید میشن اینجا عزیزم، ماشینی که تولید میشه، ماشین خودش تولید نمی کنه، تولید میشه، یعنی مفعوله. تا تشخیص دادی مفعوله، یک سه ببین جواب اول produced، یک یه دونه پپه. جواب دوم the cars، خب میگیم which are produced، which موصول، are میشه to be، be اینم میشه پپش. تمام. فاعلا میشن یک دو سه، مفعولا میشن یک و سه. آقا یه روش تستی یاد بگیر، برو هر چی تسته بتره کن. خب آقا من 30 ثانیه میخوام سکوت کنم که شما یک دو سه یک سه رو به ذهن بسپاری. 30 ثانیه سکوت، اینو بتره کن، قورتش بده. داداش میزونی؟ آبجی سر حالی؟ برقراری؟ برمداری؟ خب بچه ها ببینید، من اینا رو در طول سال نمیتونستم اینجوری درس بدم، چون یکیش مال درس 1-12، یکیش مال درس 2-12، سرفستاشون با هم فرق داره. اما الان همه رو میاریم کنار هم، چون تستای اینا شبیه همه. میگیم آقا ساختار مجهول با ساختار وصفی فرق داره. ساختار وصفی که داره توصیف میشه، ساختار مجهول فقط معنی شدن میده. خب الان مهدی میگه که اینا رو فهمیدم ولی تو تست گیر میکنم، به خدا اگه گیر کنی. الان یه با هم بریم. آقا فاعلا میشن، سری جواب منو بده. فاعلا میشن بدو، فاعلا میشن یک دو سه. مرسی. یکش چیه؟ همه با هم تو ذهنت. یک آی ان جی، دو موصول ساده، سه موصول و بی و آی ان جی. اولویت با کیه؟ همون آی ان جیه. اگه آی ان جی نبود بیا سراغ این داستانای دو سه. فاعلا یک دو سه، اولویت با یک، آی ان جی تمام. خب میایم پایین. مفعولا میشن یک سه، یک سری واسه هم بزن. مفعولا یک سه، یک سری. آقا یک سه، آها پپه تموم شد. پپه حالا اگه پپه نبود یه موصول بی پپه بذار کنارش، تمام. یه موصول و بی و پپه. برو بریم تست. تست های کنکور، سامپل تست. When I passed by the house، وقتی از کنار خونه رد می شدم، خونه ای که I used to live in، عادت داشتم توی زندگی کنم، I got emotional، احساسی می شدم. یه که خالی ازت می خواد. آقا برای house اسکلی مگه بزنی where یا who یا whose؟ آه گزینه دو تموم شد. یه ویچ برای غیر انسان میزنیم، ویچ تمام. شماره دو، دختری که was invited to the party، دعوت شد به مهمونی. آقا دختری که دعوت شده یعنی دختره مفعوله. آقا این the girl الان مفعوله. تمام. یه انسانی که مفعوله، هم میتونه هو باشه هم میتونه هون باشه. با گزینه 3-4 خداحافظی کن. خب آقا هو هم برای فاعل به کار میره، هم برای مفعول، هم برای فاعلا هم برای مفعولا. ولی هوم
فقط برای مفعولا به کار میره. حالا یه نکته میگم، حال کنی. هر وقت بین این دوتا گیر کردی، بعد هوم فقط باید فاعل بیاد. ببین می‌نویسم، بعد از هوم فقط فاعل آورده می شود. آبجی برادر، الان بعد هومو بذاری اینجا، بعدش فاعل داری؟ نه. تمام، فقط یه یکو بزن تموم شه بره پیکارش. ببین الان چقدر گول خوردید، خیلیاتون زدید دو. گفتیم گزینه یک و دو جفته صحیحه، اما بعد هوم فقط باید فاعل بیاد. کو فاعلش؟ was invited. ببین فاعل نداری؟ آها، پس گزینه یک تموم. برو بریم تست سه. نگاه کن، پسر، پسر، پسری که. آقا یه که میخوام بذارم اینجا. بیا، پسری که من دعوتش کردم به کنفرانس. یعنی الان این پسر مفعوله، پس یا هو یا هوم، با بقیهش کاری نداری. آقا بعد هوم باید فاعل بیاد. ببین فاعل داری، آی. پس تموم شد گزینه دو، یکم بیخیال شد. بچه ها نظرتون راجع به تست دادن چیه؟ سخته؟ آقا سخته؟ بیا بریم تو تستای کنکورش. The vehicles، وسایل نقلیه. آهان، ببین میگم وسایل نقلیه که آلودگی، وسایل نقلیه‌ای که آلودگی رو پرودیوس میکنن. آقا پرودیوس یعنی تولید، تولید میکنن یعنی فاعل. پس تشخیص میدی که الان این یک تست وصفیه که پشتش اینجا فاعل داری. آقا سر جلسه فاعلا میشن یک دو سه. یکو پیدا کن. بفرما، پیدا کردم، تمام. گزینه چهار، نظرت چیه؟ الان قاطی گزینه های دیگه میشی؟ اعصاب خوردی و فلان و گزینه یک دو نمیدونم سه. تمام، یک دو سه، اولویت با یکه. خب بیا برو تست پنج. All the students، همه ی دانش آموزا، همه ی دانش آموزایی که این آزمونو، حالا هرچی. خب فعل گزینه attend، شرکت کردن. آقا دانش آموزی که شرکت کرده توی یه چیزی، خب فاعل دیگه. پس تست من تست وصفی است، پشت جای خالی من فاعله. فاعلا میشن یک دو سه. یک یعنی فعل آینجی. کو فعل آینجی؟ ندارم. آقا یه دفعه نزدی چهار بگی آینجیه. این یه چیزی هم کنارش داره ها، دت داره. ما یکمون این بود، فقط فعل آینجی. خب پس یکو نداریم، مجبوریم بریم رو دو، یعنی موصول بذاریم با فعل ساده. خب الان موصول و فعل ساده، این که موصول نداره، این هم که فعلش ساده نیست، این موصول، این هم فعل ساده، اوکی. اما برای دانش آموز که ویچ نمیذارن. کدوم اسکولی برای دانش آموز میذاره ویچ؟ وای گفتم اسکول. آیسا زد یک. آیسا داریم. آبجی آیسا منت زایه کردی. آقا ویچ برای غیر انسانه، ویچ برای حیوانه، ویچ برای اشیاه. پس نسخه رو بپیچ بزن گزینه سه. تمام. ایول. آقا تست شیش، ببینم چی کار میکنی. بزن ببینم چی کار میکنی. من دهنم رو بستم. The children in the yard are so noisy and lively.
children بچه ها. آقا بچه ها، بذار این سبزش رو یه ذره کمرنگ کنم. بچه ها، بچه هایی که در حیات. خب یعنی آقا این تست وصفیه، بچه هایی که توی حیات بازی میکنن. به خدا تشخیص دادن این که فاعله خیلی ساده است. فاعلا میشن یک دو سه. یک آی ان جی خالی ندارم. دو موصول با فعل ساده. این که اصلا موصول نداره، اینو باش خداحافظی میکنی. موصول داره، فعل ساده نیست، اینم خداحافظی میکنی. موصول با فعل ساده who played. آقا این زمانشو گذاشته گذشته، این میگه آر بچه هایی که دارن بازی میکنن. این چرا گذشته است زمانش؟ این زمانش حاله، این زمانش گذشته است. یعنی آقا این الان به درد من نمیخوره، پس فقط میمونه گزینه دو. یعنی یه دونه موصول، یه دونه فعل to be، یه دونه هم ing. الان این شد شماره سش. فاعلا میشن یک دو سه، این سش بود. آقا یعنی اگه یه پلین میذاش اینجا تموم بود، معلومه. به جای همه این چرت و پرتا میتونست بذاره پلینگ، تمام. خب یعنی اگه یه دونه پلینگ میذاشت تموم، جواب بود. حالا چون اینو نذاشته، برای بچه هایی که میخوان خوب یاد بگیرن نگاه کن، میگم جواب های ما میتونه اینا باشه. اولین جواب چی باشه؟ باشه پلینگ. خب حالا اگه این نبود، موصول با فعل ساده، یعنی بذاره هو پلی، اینم یه جوابه. یه جوابش هم اینه هو آر پلینگ. یعنی سه جواب صحیحه برای این تست. فاعلا میشن یک دو سه، اینم سه تاش که الان اینجا هو آر پلینگ رو داشت، یعنی حالت سوم. خب حدیث میگه فاعل و مفعول از رو ترجمه است. آره دیگه، حدیث تو فارسی هم همینه. خب مگه شما تو فارسی هم برای تعیین فاعل مفعول نباید ترجمه کنی؟ احمد غذا را خورد، فاعله. احمد کتک خورد، یعنی کتکش زدن. حالا این بار میگی مفعوله. آره عزیزم، حدیث خانم، همه جا فاعل مفعول در واقع تشخیص معلوم مجهول یا همون فاعل و مفعول از رو معنی خیلی هم ساده است. بچه هایی که بازی میکنن خب فاعل هم دیگه. حالا بیا بریم تست بعدی ببینم چی کار میکنید. میگه کادو، دیروز. فعل گزینه خریدنه، بای. بات گذشته چیه؟ خریدن. سریع از خودت سوال کن، کادو، کادویی که دیروز خریده شده. آقا کادو خودش خریده؟ نه، خریده شده. پس این بار تست من وصفیه و این مفعول پشتش. آقا مفعولا میشن یک و سه. یک، یه دونه پپه اینجا پیدا کن، بیا. تمام، گزینه سه. خوشل مشه، راحت ماهد، تر تمیز. بیا بریم تست هشت. تست هشت هر کی نزنه خیلی آره خیلی هسته. آه که بله فوش بردادم. آقا میگه the subject. subject یعنی موضوع، موضوعی که به وسیله معلم. هر دانش آموزی وقتی by the teacher میبینه یعنی این فازش مجهوله، یعنی آقا این پشتش مفعوله، شک نکن. خب مفعولا میشن یک سه. یک من باید پپه باشه. خب این که آینجیه، اینم که دوتایی، اصلا دوتایی نداریم ما. اینم که دوتاییه، به درد نمیخوره. ببین سه تمام، گزینه چهار. خب مهدی میگه آقا سر جلسه از کجا بفهمیم این تست وصفیه؟
وصیه که باید بذاری جلوی این اسمه، یه توصیف بکنی، کادویی که خریده شد، مهمونی که برگزار شد، دانش آموزی که تشویق شد، غذایی که پخته شد، دانش آموزی که درس میخونه، هر چی برو تا آخر. خب ستاره میگه هشتو میشه معنی کنی کشف، موضوعی که درس داده شد به وسیله معلم بسیار سرگرم کننده بود، was very amusing. و تمام. خب حالا بچه ها ما دو مبحث رو خوندیم، یک مجهولا، دو وصفیا. یک مجهول، دو وصفی، دو تا از گرامرای خفن و سنگین درس یک و دو دوازده. یعنی ما توی یک ساعت، یک ساعت و نیم دو تا گرامر خفن خوندیم، حالا میریم تست های ترکیبی. آها اینجا معلومه که یه دانش آموز چی کار است. خب آقا بریم ببینیم تست ترکیبی چی میگه. خب گولد چند تر اولش واسه من. آقا الان اگه حالت خوبه اینو به من، انرژی تو انتقال بده. الان اگه حالت خوبه یه اوکی مشتی درجه یک بزن. مرسی. یه گل و بلبل و قلب و دل بفرست برا من. آه ماشاءالله خانم دم شما گرم، دانیال، النا، ستاره، فاطمه خانم مقدم میگه قلب آبی نبود. خانم شایگان یه قلب از طرف من میشه براشون بفرستی؟ قلب آبی، یه قلب آبی میتونی. آبی نداری؟ پس چه داری؟ این از بالا، از بالا این زبونشو در آورده. آره اونو بذار، یه چند هم قلب بذار. باشه اینو براشون بفرست. اپراتور، اپراتور منم. خب آقا مخلصی دیگه، حالا قلبش آبی نبود، قلبش سفیده. خب بچه ها بیاین اینجا جزوه، الان یه صفحه سفید من بگیرم، قشنگ نگاه کن. پس الان تستای ما اینجوری میشه، اسم یا ضمیر بدن قبل جای خالی که نقش مفعولی داشته باشه، کی هم این وسط نشینه. یعنی باید یه تست مجهول داری که یه بی پپه براش انتخاب کنی. تموم شد رفت. ببین خلاصه یه درس، آنچه که کلن گفتم، اسم و ضمیر پشت جای خالید مفعول باشه و نیاز به که نداشته باشی، باید بری یه ساختار مجهول بی پپه انتخاب کنی. خب اما اگه اسمی داشته باشی پشت جای خالی که نیاز باشه که بذاری و توصیفش کنی، آهان، حالا دو فاز ایجاد میشه. اگه اسمت فاعل بود جوابات میشن 1، 2، 3. اگه اسمت مفعول بود جوابات میشن 1 و 3. تمام. یه کوچولو هم باید این موصولا رو بشناسی. موصولا چیا بودن؟ هو، هومو، ویچو، دت. در قالب کنکور این 4 تا، در قالب کنکور همین 4 تا. آقا هو و هوم، هو برای انسانی بود که هم میتونست فاعل باشه هم مفعول. هوم برای انسانی بود که صرفا مفعول بود. ویچ برای کلن غیر انسان ها بود. گت هم نخودی بود، برای همه بود. زدم نخودی. آقا این کل درسیه که من امروز دادم، این کل درسی بود که من امروز دادم. ساده، جمع و جور، خوشگل و مشکل، تر و تمیز. بین این دوتا هم گیر کردی، بین هو و هوم. گفتم بعد هوم فقط باید فاعل بیاد. ببین بعد از هوم، اینجا می نویسم بعد از هوم فقط فاعل.
آقا به خدا این سه تست کنکوره، دیگه من نمیدونم چه جوری باید بگم. این سه تا دونه تست کنکوره، یعنی همین صفحه نصف نیمه ساده میشه سه تست کنکور. پس درس دادن نکته تستی با درس دادن در طول سال مسلمه که فرق میکنه. خب داریم میبینی فرقشو. حالا بیا بریم تست بزنیم، موافقید؟ یه 7-8 دقیقه با هم تست بزنیم تمومش کنیم. ها موافقی؟ برو بریم، بریم سراغ تست. گلد، طلا از منابع زیرزمین در کشورهای آفریقایی. خب آقا الان به نظر شما اینجا که ما میخواییم یا نمیخواییم؟ میگه طلا از معادن زیرزمینی کشورهای آفریقا. خب الان اینجا که نمیخواییم که طلایی که به درد ما نمیخوره، که میگه طلا استخراج میشود از منابع زیرزمینی کشورهای آفریقایی. خب استخراج میشود، برو تو کار مجهول. یه بی با یه پپه، آقا این بی رو دارد پپه ندارد، خداحافظ. این ویچ داره مال وصفیه، این که وصفی نیست. اینم که بی نداره فقط پپه داره، تموم. بیا گزینه 4، برو حالش رو ببر. گزینه 4، بیا رو تست 2. Follow the instructions، پیروی کنید از اینستراکشن ها، دستورالعمل هایی که حالا ادامش in the user's guide. خب اصلا تو ادامش هم نمیفهمی، میگه از دستورالعمل هایی که در user's guide اومده پیروی کنید. آقا پس این تست وصفیه، وصفیه دستورالعمل به من بگو فاعل یا مفعول. دستورالعمل هایی که گیو ارائه شده، دستورالعمل که خودش ارائه نکرده، ارائه شده، یعنی مفعوله. مفعولا میشن 1 و 3. 1 داره؟ بله داره. تمام، گزینه 3. برو بریم تست شماره 3. بچه ها من خودم واقعا وقتی تستا رو میشه تو یه نگاه تو 2 ثانیه یه تیک زد لذت میبرم، شما رو نمیدونم، شما رو نمیدونم. خب teams from many countries، تیم ها از کشورهای مختلف، برای شرکت در المپیک قبلی. خب آقا الان تو خودتو خفه کنی هم اینجا کی وجود نداره. تیم ها از کشورهای مختلف دعوت شدن یا دعوت نشدن، هر چی. پس الان ما تست وصفی نداریم، تستمون مجهول. خب من الان سریع اینجا ویچ میبینم، این حذف شد چون ویچ مال وصفیاه، ما که اینجا وصفی نداریم که. خب مجهول بی پپه میخواد، آقا این بیش کجا بود؟ این بی نداره که، اینم که بی نداره که، فقط گزینه 2. اینم تمام. میگه تیم ها از کشورهای مختلف دعوت نشدن برای بازی های المپیک قبلی، حالا یا دعوت نشدن یا شدن، گزینه 2 تمام. بیا بریم تست شماره 4. بیا اگه فکر میکنی سخته بریم 4. کارخانه هایی که می سوزانند کول ان اویل، نفت و زغال سنگ. کارخونه ای که، اولا تستت وصفیه، کارخونه داره می سوزونه، فاعله، فاعلم هست، فاعلا میشن 1 و 3، اینم 1ش تمام. گزینه 3. حالا تست 5 و 6 و 7، از من سکوت از شما تست، ببینم چی کار میکنی. 5 6 7،
خب بچه ها تست شماره 5 رو نگاه کنید. Nowadays a lot of scientific textbooks. امروزه کتاب‌های علمی زیادی. Into Persian and Arabic. به زبان فارسی و عربی. خب الان اون چیزی که من روی زومم این که textbooks کتاب‌ها. Translate یعنی ترجمه. آقا کتاب ترجمه میکنه یا میشه؟ خب ترجمه میشه. الان اینجا ما که نداریم، کتابها ترجمه میشوند به زبان فارسی و عربی. پس چون که ندارم این یک تست مجهوله، تست وصلی نیست. خب پس گزینه یک سه که توش ویچ و دت داره رو سریع بذار کنار، بیا روی گزینه دو چهار. آقا این که پپه نداره اصلا، گزینه دو گزینه معلومه، فقط میشه گزینه چهار. تمام. خب حالا بچه هایی که میگن آقا گرامر رو قشنگ فهمیدیم، تو ترجمه ضعیفیم، میگیم آقا تو ترجمه ضعیفی، یک راه اینه دایره واژگان تو در حد کنکور توی 8 جزوه من بیارش بالاتر، این یک. دو، وارد ترجمه هر کلمه ای نشو. بسیاری از کلمات توی تست دکوره، حتی توی تستای واژه، حتی در تستای واژگان. من به شما یاد میدم که آقا اون بخشای دکوری رو ردش کنی، واردش نشی. خب آقا تست شماره 6 رو نگاه کن. رادیو اکتیویتی هست یک تکنیک، تکنیکی که به کار می رود، یوز یعنی به کار بردن، برای حالا هرچی. خب شما سریع تشخیص میدی آقا این وصفیه. خب از طرفی تکنیکی که بچه ها تکنیک خودش به کار می بره یا به کار برده میشه، سریع به من جواب بدید. آقا آفرین، تکنیک به کار میبرد یا به کار برده میشود؟ میشود. پس سریع تشخیص میدی آقا این وصفیه، این الان که اینجا نیاز داریم، این میشه که وصفی، بعد این هم میشه مفعول، مفعولا میشن یک سه. آقا مفعولا میشن یک و سه. این که دو کلمه است هیچی، این سه کلمه است، این دو تا کلمه به درد نمیخوره. ببین این سه had been used، اما توی ساختارهای وصفی سه کلمه من باید با چی شروع میشد؟ با موصول، یعنی این موصول درسته، این که موصول نداره که. پس گزینش میشه سه. تمام. بریم سراغ سه تست پایانی تا تست شماره 10 دیگه. Many people believe that، افراد زیادی اعتقاد دارند که. We should avoid all the foods، ما باید دوری کنیم از غذاهایی که. آهان، این تست وصفیه. خب غذایی که شامل مواد شیمیاییه، غذایی که دربرگیرنده مواد شیمیایی است. آقا الان سریع میگیم این فود فاعله، چون دربر میگیرد، شامل میشود. خب پس فایل ها میشن یک دو سه، اینم یکش. تمام دیگه، بحثی نداری. نگاه کن، راحت تر از این، خوشگل تر از این. همه هم تستای کنکور، همه هم تستای 4-5 سال اخیر کنکور. بیا اینجا. That picture on axe by a great artist. آقا بای و کننده کار یعنی جمله تو مجهوله، یعنی آقا این پیکچره شک نکن که مفعوله. خب الان دو ساعت اینا رو گفتیم، حالا که داره یا نه؟ آن عکسی که به وسیله هنرمند کشیده شد. آن عکسی که by a great artist 10 years ago، به وسیله هنرمند کشیده شد 10 سال پیش. and it cost a lot، و خیلی هم میارزه، ارزش داره. خب
بچه‌ها که بذاریم براش یا نذاریم؟ به من جواب بدید که رو بذاریم یا نذاریم؟ سریع. آقا اینجا که بذارم یا نذارم؟ سریع انتخاب کن. فاطمه میگه بذاریم، محمد میگه بذاریم. خب من جمله رو دقیق ترجمه میکنم. ببین، آن عکسی به وسیله هنرمند 10 سال پیش و خیلی میارزد. خب باید بگیم آن عکس کشیده شد به وسیله یک هنرمند 10 سال پیش و خیلی هم ارزش دارد. خب یعنی دیگه نیازی نداره که بذاری. آن عکس، آن تصویر کشیده شد به وسیله یک آرتیست هنرمند 10 سال قبل و خیلی هم ارزش دارد. خب پس دیگه کی نیاز نداره؟ این تست وصفی نیست، تست مجهول، باز پینت، تمام. ماضی ساده بی پپه میخوای، این نداره، این نداره، اینم که بی پپه نداره، تمام. گزینه چند؟ 2. واز پینتد. حالا بریم دو تست آخر ببینم شما چی کار میکنید. آی سا فیلم، دیدم فیلمی را که 10 سال پیش. And it was nominated for many awards. و برای بسیاری از جوایز کاندید شده بود. خب فیلمی که 10 سال پیش تولید شده. پس یه تست وصفی جلومه. آقا تست وصفی، فیلم تولید کرده یا شده؟ شده. پس این فیلم مفعوله. آقا مفعولا میشن 1 و 3. یکشو پیدا میکنی؟ نه. 3شو پیدا کن. خب این که 2 به درد نمیخوره، این حظ داره به درد نمیخوره، این 3 تمام. گزینه 4. آقا چرا گزینه 2 نزدی؟ برای اینکه 3 کلمه نیست که، این 2 کلمه است. خب اما شماره آخر 10، بچه ها میگن سوال 8 رو بگید چرا وصفی نیست. چشم، معنی میکنم. شماره 8، that picture، آن عکس به وسیله یک هنرمند 10 سال قبل کشیده شد و خیلی گران قیمت است. خب به خاطر اندی که اینجا گذاشته، میگه کشیده شد و خیلی هم گران قیمته. اما اگه اندش رو از اینجا برمی‌داشت، میگفت عکسی که 10 سال پیش به وسیله فلانی کشیده شده، اندش رو برمی‌داشت، ایتش هم برمی‌داشت. یعنی نگاه کن، این دوتا رو اگه برمی‌داشت، costs a lot and ایتش رو برمی‌داشت، میذاش خیلی می‌ارزه، خیلی گرونه. میگفتیم نقاشی که کشیده شده 10 سال پیش خیلی گرونه. ولی وقتی جمله رو مستقل میگه and it cost a lot، دیگه نیازی نیست وصفی به کار ببریم. اما تست آخر، the package، این بسته شامل کتاب‌ها و اسنادی است که به کتابخانه اخیراً تحویل داده شده. یعنی تست من وصفیه، این بالاش هم مفعوله، یعنی یه دونه پپه میزنم و تمام. اینم گزینه 1. آقا شما ساختار وصفی مجهول رو تموم کردی، یه تست اینجا برات گذاشتیم، مسابقه ایدی 1400. جواب این رو به این آیدی بفرستید، سیامک گالری 1980. کسانی که درست جواب بدن یه قرعه کشی میخوایم بکنیم، جایزه بدیم. خب کسایی که درست این سوال رو جواب بدن، اینم به عنوان یه ایدی از من، کادوی شما. Individuals, their country to develop، جای خالی by all people in the society. 4 تا گزینه داره، جوابش رو به این در واقع صفحه اینستاگرام خودم بفرستید، سیامک جلالی 1980. بین کسایی که درست جواب بدن یه جایزه میذاری، جایزش هم نقدیه، احتمالاً حالا 100,000 تومان پول نقده. هر کی درست جواب بده، 3 نفر اول 100,000 تومان جایزه نقدی داره. اینم برای اینکه خود انگیزه بگیرید. از ساختارهای وصفی بذارید کوچیک‌ترش کنم.
هر کی جواب این تست رو درست بزنه وارد قرعه کشی میشه، سه نفر اول، نفری 100,000 تومان میگیرن. اینم از این. آقا محمد مهدی زده که شما بمب اعتماد به نفسی. نه آقا، ما نه بمبیم نه چیزی، فقط صرفا دوست دارم 8 جلسه کنارتون باشم، 80-90% خوشگل به بالا بزنید و مأموریتمون رو درست انجام بدیم. انشالله که این جلسه براتون مفید و موثر بوده باشه. از هفته آینده، در واقع دوشنبه ساعت 3 تا 5، شروع میکنیم کار رو با جزوه 1 نکته تست، تمام واژگان، تمام نکات گرامری، کلوز تست و ریدینگ و تستای احتمالی. انشالله که من لایق باشم خدمت شما برای 8 جلسه با هم دیگه بهتره کنیم و شما هم حواست باشه آقا، همه چی رو دوران جمع‌بندی تعیین میکنه. خیلی ها هستن شروع نکردن، یه جمع‌بندی خوب میکنن بالا میزنن. خیلی ها هستن خیلی هم خوب خوندن ولی بدون جمع‌بندی میرن توی کنکور، گن میزنن تو درصدشون. دیگه بقیهش با شما و انشالله که هر جا هستید موفق باشین. قلبا دوستتون دارم، به امید دیدار در کلاس های نکته تست. آقا ارادت یا علی، خسته هم نباشین، خداحافظ.